سلام مهندسم، چطوری؟ قشنگ باره حال احوال چطوره؟ خوبی؟ خوشی عزیزم؟ نه من چه خوشی؟ ببین اگه از دست این جاری من میتونم خوش باشم، اصلا اعصابم انقدر دستش خورده که نگو. ببین علاوه بر اینکه برپریده از کلا بردارم هست، سازه اینو فهمیدم، بذار برات تعریف کنم. مهناز آقای مهناز، انقدر پرس خوردم که نگو. فکر کن هفته پیش جاری زنگ زد گفت آره فاطمه زود بیا خونه، ما یه خبر مهم برات دارم. من دیگه میگه خبر مهم دارم با کله میرم. بودو بودو رفتم خونهشون، دیدم خونه‌شو پر مانیتور، تلفن و اینا. گفتم اینا چیه؟ گفت برای شرکت داداشمه، با نصف قیمت گذاشته برای فروش، یه روز بیشترم چیز برای فروش نذاشته چون خیلی قیمتش خوبه، مطمئن باشم امروز همینا می‌خرم. گفت منم برگشتم به داداشم گفتم کی بهتر از آشنا، بذار به آشنا بفروشیم، آشنا سود کنه. بعد تو ذهنم اومدی، فکر کن چجوری سر منو کلا گذاشت. بعدش من یادم افتاد که ماه پیش بهش گفته بودم من یه پسندازی دارم، می‌گردش برای روز مبادا، قشنگ تو ذهنش مونده بود. گفتم من پول ندارم که. گفت بیا از اون پسندازت بخر، ببین الان بخر، برو بذار توی انباری، هفته دیگه بفروش، سه برابر سود می‌کنی، چون ما داریم قیمت می‌فروشی، دیگه هفته دیگه هم گرون میشه. گفت اینو گرون میشه و فلان و اینا. گفتم بذار با شوهرم مشورت کنم. گفت نه مثل این زنای چیز نباش، وابسته نباش، زن باید زرنگ باشه، زنای مردم انقدر زرنگن، میبرن اینا رو میفروشن، پولدار میشن، فلان میشن، کلی سرم کلا گذاشت. گفتش که تو بیای بفروشی هفته دیگه سه برابر، شوهرت هم خیلی خوشحال میشه و اینا. بعد دیگه آره به خدا خرم کرد، قشنگ میتونه من سادم، منم بگو نه برم تو سایت نگاه کنم نه چیزی، همین جوری و مثل این خنگا، واقعا هیچم از سادم. باب گلابی دقیقا، آفرین دقیقا هستم دیگه. نه عزیزم خوب کار، خوب گفتی، مثال خوبی بود، آفرین. رفتم اینا رو گرفتم بردم گوشم تو انباری تا دیروز، دیروز گفتم بیارم بفروشم، آوردم. بعد دیگه مدلاش هم نمیشه بودم، زدم توی سایت دیوار دیدم وای همه نصف قیمت. ببین سرم و کلا گذاشته بود چجوری، اصلا اعصابم انقدر خون شد. بعد دیدم خوش روزگار، خوش این بعد پیده دوباره سر من کلا گذاشت. دیگه زنگ زدم، آره زنگ زدم به هیچ، از در دیوار خونه ما فقط داره مانیتور، تلفن، اینجور چیزا میریزه دیگه. به خدا تو نمیخوای مانیتور، تلفن، به خدا آن مثلا نمیدونی دیگه تلفن گوش بده. زنگ زدم بهش گفتم که تو مگه به من نگفتی که نصف قیمت فلان، الان دارم میگم کنم دو برابر من فروختی فلان بیزا. ببین اینقدر پروه دست پیش که پس نیفته. گفت نه هفته پیش نصف چیز، هفته پیش چیز بوده، قیمتش همون بوده، من به تو فروختم، تو من نصف قیمت به تو فروختم. آره آره گفت هفته پیش دقیقا قیمتش دو برابر بود، من نصف قیمت فروختم، تهمت نزن، خدا جواب تو میده، من نباید به آشنا میفروختم، دلم برا سو. اتفاقا بعضی از چیزایی که مانیتورایی که گذاشته بوده از یه هفته دو هفته قبل دقیقا قیمتش نصف قیمتی من فروخته. من چقدر سادم، دستم خوش شده. دیگه برای شوهرم تعریف کردم، گفت تو چقدر آدم ساده ای، تو نباید یه مشورت ما بکنی. یه دعوام بهمون کردیم، زنگ زدم مادر شوهرم، گفتم مادر اینجوری شده، اینجوری به من فروخته، سر من کلا گذاشت. مادر شوهرم که دیدی دیگه، هم برای دعوانش هم تلفن بگیر. مادر اشتباه نکن، شاید حرف مونا درسته، هفته پیش نصف چیز بوده، دو برابر بوده، اون نصف قیمت به تو فروخته. گفتم اصلا هم اینجوری نیستش، بعضش اصلا آگهی برای دو سه هفته قبله. ببین اصلا اعصابم خورده دیگه، هیچی نمیاد تو دیوار قیمت چیز کردم، آگهی دادم دیگه، چیکار کنم با اینا؟ اصلا اعصاب نداشته برای من. تو آشنا باشه نداری بیاد با قیمت خوب بخره اینا رو؟ چقدر جاری من کلا برداره، من چقدر سادم، اصلا ولش کن، هیچی اعصاب ندارم دختر، بذار ببینم میتونم اینا رو بفروشم با قیمت خوب. سر من کلا گذاشتی دیگه، این خیلی نامرده، خیلی چرا ناراحت شدم، خیلی هم ناراحت شدم دیگه، مسئله مالی آدم ناراحت میکنه دیگه. خیلی خوب باشه عزیزم، تو برو بالا.